در جستجوی حقیقت روزنه بسوی آرامش روانی و امنیت ملی. ولی اگر جنرال صاحب بزرگوار اجازه بده، اما خاطرات داخل فرقه را هم دمیان بگذارین. جنرال صاحب، خب دوست بسیار عزیز ما یک مصرعی گفتن: روسا از ملک ما بیرون شهید. ما بایی تدیر کامل میکنم، یاد از شاعر عظیم میکنیم: روس ها از ملک ما بیرون شوید، ورنه قرق رودبار خون شوید. این شعر از مرحوم استاد فدایی یک دو سال قبل فوت کردن. اشعار زیادی در رابطه با مقاومت سرودن، گمان نمی کنم که ایراتی باشه که حداقل استاد فدایی نشناسند. دیگه اشعاری در سنگ فرش های خونین خود و همچنین پیروزی گوشت گردن بر شمشیرهای بران حاکمیت زمان، هر کدام به نوبی خود بسیار زلزله انداز در افکار جوانان ما به خاطر مبارزه بود. بزن یاد از ایشان بشه، رویشان شاد باشه. ما به 242 پرشوت بودیم و اونجی سرباز بودم. من باز آشنای همونجی مدشتم که بعد خوادم بسیار مشهور شد به اردوی حزب دموکراتیک خلق به نام شرافالدین شراف، داماد یک دیگروال بود که بیرات به نام گلبرچاخان رئیس چیز بود، رئیس زون قرب سرک ایراد قندهار، و مامای مینام همراه کار میکنن. یک رفت آمد داشت و همون رفت آمد باید آشنایی شده بود. اون که به تشویق از اون رفتم کورس افسری رو خانم به سرچلی پرشود، اما روزای آخر کورس بود که تقریبا یک بیست روز مانده بود که قیام او تیرار صورت گرفت. اولین چیزی که بود یک بیانیه خود نورمحمد ترکیت به کست رادیو ثبت کرده بودن، ایره برای سربازا خواندن که شما میرین به ایراد میرین، 6000 کماندوی ایرانی در اونجی حمله کردن، اینا مثل ایراتی ها گپ میزنن و هر کسی که ایراتی گپ زد شما نباید باور کنین که ایراتیه. او لحظه که صحبت کرد جلب توجه نکرد به ما زیاد، به خاطر اینکه بیرات نمار بودیم. باز بیرات که آمدیم جلب توجه کرد که چقدر ما ایرانی اینا کوشش میکنن که خود ایرتیار ایرانی معرفی کنم. آمدین به شنن تیارای 26 ما نشست کرد، از اونجا آمدین به میدان هوایی ایران. باز از قماندان فرقه ابده سید کرام الدین به داخل میدان هوایی بود، تمام تانکایی که به نوی امرای مردم تسلیم شده بودن اینا امرای کرام الدین خان ارتباط داشتن به چه سید کرام الدین به میدان هوایی. عملیات داخل فرقه شروع شد، یک گروه پرتاب کردن به طرف شمال فرقه تا رای بیرون شدن کسانی که قیام کردن بگیرین. باز اونا قبلا بیرون شدن قبل از اینکه گروه درونشی پرتاب کنه. خب به داخل فرقه جالبترین مسائل زیادی که در اصل برنامه شمانی جالبترین مسئله که رخ داد بود که یک کسی به نام نورمزخان جگرن از سیوشان بود، ایره دستگیر کردن. ای که دستگیر شد باز همی قماندان فرقه خود به دست خود، اگر چیت این جمله بسیار سخته برای ما گفتن، چشما از ایر بابرچه کشید و بعد زیمور کشتن. همونجی دیگه گروپ های متفاوتی را از شهر می آوردن، اما افرادی که به شکل در اشکال با قطع ارتباط داشتن با فرقه اینا را کنار همون جوی کسانی که فرقه بده بلده پیش روی قماندانی به تقامت شرق و یک جوی کلان هست تقریبا 3-4 متر عمق داره، از امو عمق داره تا به او میرسیم که باز او هم یک مقدار عمق داره، به کنار می استاده میکنن، سر از اینا فیر میکنن یا به اصطلاح ما عسکرها ضربه میکنن، که باز بعدها به می ارتباط گروه دست جمعی کشف شد. قضی قیام به نظر من قیام فرقه بوده که قبل همزمان با قیام فرقه قطعات توچی و دافی هوای فرقه ابده ایراد یک تطبیقات یا یک مناور میرن به طرف غرب ایراد، یک سایه به نام میفروش که ریتی ها بسار بلدن اونجی در اونجی هستن و یک کسی به نام سردارخان جگرن عامر توپچی فرقه ایراد و ای از پکتی های باز ما بعدها که به مای سرطان از اردو جدا شدم به ایران آمدم، این
مسئول دفتر حرکت اسلامی افغانستان بر ابری اطلاع موسنی در طیبات بود که باز اونجا بسیار آشنا شدیم و بسیار با جزیات تونستیم در رابطه باز بعضی مسائل دیگه صحبت کنیم. مکتوبی از کابل می آید یک تعداد افسران نام گرفته حدودا 27 نفر یا بین 25 تا 27 نفر که اینا به اتهام مویست بودن و همچنین به اتهام اخوانی بودن باید دستگیر بشن. بیشتر جناب استاد قریق اشاره کردن که بیشتر امی سایه ماناور چپیا از شعله جاوید حوزه غرب افغانستان بود، یعنی اگر شما مناطق تقسیم بندی کنین بیشترینی شعله اعضای شعله جاوید از وزیرات بودن، افراد مشهورشان هم مثل عبدالله و و و که حال فرصته از اونی اثر رو هم صحبت داریم و جبات از اون یک وقت بشه صحبت کنیم بسیار خوب میشه. دیگه اینا بعضی کسی برای اینا اطلاع میده که نمیت یک موضوع اینا میمونن که چی کنن. وقتی که به داخل فرقه میاین بلا فاصله سید خان امر میکنه که سر قماندانی فرقه فیر کنین و تو باز که سر قماندانی فیر میکنن قماندان فرار میکنه. ایت یک پلانی از قبل نبوده، همو به اصطلاح شرایط برایشان شرایط طوری ایجاد شده که باید یک اقدام بکنن. خب باز بعدا بین خود قماندان تعیین میکنن، قماندان هم همی نور محمد که گفتم تشکیل شده یک ذره تکلیف اصلا پیدا میکنه طوری که با تحقیقات نشان داد کشته میشه و بعدها فرار میکنن. تمام همی منصوبین فرقه بشمول امیر سب اسمال خان و جنرال علاءالدین خان که بعدها رهبری جهاد در هرات به عهده گرفتن در جمعیت اسلامی افغانستان میرن یک جبهه برای به دانه ذوالفقار تحت قماندانی یک کسی به نام جگران رسول سیاه که خود از اون بلوچ بود و در همه منطقه هم باز کشته شد، یعنی غرق شد به دریا در واقع. خوب بیاد ما هسته که ارباب حدود قسم میکرد خدا رحمت کنه که به یک اسب مشکینی میخواست از دریا تیر بشه با دریا افتاد و غرق شد. ما به امینو بسند نمیگونم یک قسمت دیگه به داخل ایرات ما میخواییم به شما بگم قیام او دیگه قیام نبود که آدم بتانه او را با چند کلمه توصیف کنه. یک طرف یک مردمی بیدفاع دست خالی از گوشو و کنار ولایت ایرات دیگه ولایت ها جمع شدن، یک طرف دولتی با قدرت و به حمایت روسا. بیشتر تلفات از ارنفری که ایرات و اطراف ایراد دادین ما از بمباردهایی بود که از ترکمنستان تیرا پرواز میکردن، یعنی شدت بمبارد هوایی بعد از دو سه روز اول که ما در اونجا بودین به حدی گسترده بود که هیچ قابل تحمل نیه و بیشتر تلفات بیشتر اشاره کردم که نتونستیم سعی بگیرین درسته، بیشتر به خاطر از که تلفات بیشتر مردم اطراف دادن. بعد وقتی که چند روز از قیام تیر شد سرکوب شد قطاب استقامت های ولسوالی های مختلف مناطق مختلف بادقیس، قور، فرا، نیمروز حرکت کردن از ایرات و از قندار هم همچنین قطعات رسیدن به تقریب قطعی 242 پراشوت قطعات کماندوی 444 کماندو هم آمدن به ایرات دگه و تلفات بسار شد. یعنی یک طرف یک مردم بیدفاع بی سلا و دست خالی، یک طرف یک اردوی بسار مجهز به حمایت اتحاد شوروی سابق. ای باعث شد که تلفات به هزاران نفر به حوزه قرد برسه که من بیشتر در روی بحث کردم برشم. من رسی فراموش نکنم دوستایی خواستن من کتاب نوشته کنم هود ماه تجلی ایمان، از جمله چند حادثه هود به مفصلا به حادثه 24 هود و همچنین 3 هود کابل پرداختم. بعد اگه دوستا علاقه من باشن میتونم ببینن و بخونن. تشکر جنرال صاحب بزرگوار، خاطرات خیلی خوب بود. شما هر زمانی که خواسته باشین را دو کتاب با کمال میل در خدمت شماست تا خاطرات شما را هم انتشار بده و همچنان کتاب خود پی دی افش بر من روی کردین، من به دوستا در واتسابشان میفرستم. احراری صاحب شعر شما را بشنویم و بی برنامه را ختم کنیم تا شعر کوتاهی که گفته بودین صاحب. همه به جناب محسنی صاحب زنگ زدم پیشتر از برنامه، گفتم شما مر نوشته کردیم در همین اعلان به نام شاعر، گفتم من خوب شاعر نیوم. گفتن که جناب غریق صاحب همیتر گفتن نگه، من گفتم جناب غریق صاحب همی چیز دارم، من یک سروده های دارم. جناب غریق صاحب بزی خاطر که سروده ها دیدن
یک چیزایی که من در طول از این سالها گفتم در داخل از این کتاب، اونا امیر دیدن و گفتن این شاعر منتها من جای از این چیز پخش نکردم. یکی از اینا به شما میخونم، سرودی بود به نام عنوان از این بود قصه عشق، نوشته شده که خواهم که برآورم من یک نعره مستانه تا قصه عشق من گردد همه افسانه. از می تو مگو با من بی باده خمار هستم، من عاشق مولایم نی ساقی و میخانه. آن کس که مرا جان داد هم عقل و هم ایمان داد، هم رزق فراوان داد هم عزت شاهانه. ذکرش به زبان دارم، ذکرش به زبان دارم در وقت سحرگاهان، هر شب به درش گفتم با سجده شکرانه. آرامش قلب من با یاد و کلام اوست، این را تو نمی داشتم بودم یک دیوانه. آرامش می کوتاه آن هم به جنون همراه، جام ز می حقی با شیوه رندانه. از خلق امیدی نیست بایست که توهی کردن دل راز امیدشان از خیش و زبیگانه. یوسف به امیدی او هر صبح و مسا باشد، که از فضل فراوانش گیرد سر و سامانه. این یک نمونی بود گفتم باش به شما بخوانم که چیزایی به پیش خود من اینا من نشرم نکردم دیگه، قریب سه افشا کردم. بسیار تشکر. آل دوستا قضاوت خواد کردن و همچنان بیننده ها که شما شاعر هستین یا نیستین. بیننده های عزیز رادیو کتاب، تشکر که تا این لحظه با ما بودین و همچنان تشکر از تشریف آوری تمام دانشمندا و بزرگوارانی که با یاد شهدای لحظات را یا یک و نیم ساعت را با هم گذاشتندیم که افغانستان و برکت خون و ایثار و بزرگوارا آزاد شد. ای که در پیروزی جهاد چقدر علتهای خارجی بود و چقدر علل داخلی بود، یقینم که علتهای داخلی هم بوده. ما در صحبتهای خصوصی که با جنرال صاحب عظیمی داشتم یک نکته را بسیار بزرگوارانه گفتن، من لازم میبینم به اجازهشون رو تکرار کنم. گفتم دست خاد و حکومت دکتر نجیب چقدر در این جنگا دخیل بود. با شهامت تمام گفت دست هر کسی که دخیل بود اجرا را ما کردیم، سناریو از هر کسی که بود اجرا را ما کردیم. امیدوارم تمام بزرگای جهان، یادم میدیم من میرم با خودم عرض کنم، مهربانی صاحب، مهربانی با کمال میل. من در بسای مختلف گفتم، من مجاهد به کسی میگم که بدون علی که توقع داشته باشه که مثل من جنرال شه یا مثل یک دیگه رئیس شه و یا هیچ توقعی داشته باشه، فقط به خاطر رضای خدا، فقط به خاطر رضای خدا، به خاطر مردم و میهن خود به میدان آمد، جنگ کرد، شهید شد و تمام این سالها بعد از سال 70 که ما پیروز شدیم با بسیار به سختی و بسیار به دشواری زندگی کرد. من هر وقت که میگم شهید، شهید به مینا میگم. اونایی که به خاطر قدرت جنگیدن یا به خاطر حفظ قدرت یا به خاطر به دست آوردن قدرت، اونا در واقع عزت و حیثیتی که همون شهدا به دست آورده بودن به نام جهاد، همونا را هم اینا به تمسخر گرفتن که امروز به هر کس که نام جهاد میبری به یک نوع تمسخر به طرف آدم نه. از نظر من فقط اینا هن که مستحق قلدینن که برویشان درود بفرستین و برشان دعا کنیم، و اونایی که به خاطر قدرت جنگیدن نه. و نقطه دوم بیشتر بحث مداخلات خارجیه. اگر پاکستان یا هر کشور دیگری به خاطر منافع خود تلاش نکنه به کشور خود خیانت کنه. پاکستان عمق استراتژیک از لحاظ نظامی کوهای هندوکش و افغانستانه. اما این مبودم من ایسی یک جنرال، من ایسی یک مسلمانی که جهاد کردم که همی بستر برای از او فراهم ساخت. ما چری اور ملامت نه. او خو منافع خود تامین نکنه. و آفرین به هر کسی که برای منافع خود تلاش میکنه. من باید خودم ملامت کنم که چرا همین بستر و همین گستره رو فراهم کردم تا او مداخله کنه. این صحبتی بود که خدمت شما عرض کردم. من لطف شما جنرال صاحب، من امیدوار هستم که همین شهامت تمام
رهبرای جهادی هم داشته باشه و رهبرای حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم داشته باشه تا حداقل جنگ یک روایت در افغانستان تمام شود که علت العلل و ایرانی افغانستان چی بود. کاظمی صاحب بفرمایید، دست بالا کردین. با عرض معذرت، ما دو تا سوالی بسیار مختصر داشتم، نمیفهم وضعش وقتش هست یا نه، شاید جواباش طولانی شود. یکی در رابطه با صحبت های غریق صاحب بود که گفتن حدود 25 میلیون نفر در اوکراین توسط روسا یا بلشویک ها کشته شدن، آیا در اونجا کم وضعیت فعلی غزه وره یک جنگ تجویع و گرسنگی بودن که اونا خلق کردن، اینا رو محاصره کرده بود، اینا در کدام کتاب نوشته شده؟ یک آماری بسیار وحشتناک 5 میلیون نفر، یا ای که اونا خودشان از فقر به خاطر مسائل جنگی حساب به پیامدهای جنگ اونا کشته شده بودن. دوم دیگه در صحبت ها کوشش شد که اسناد مدارک اگر ذکر شود برای ما و شما یک مقدار مواد بسیار خوب به دست میاد. ما امیدواریم رادیو کتاب اگر همی درباره 24 حوت و 3 حوت همی دوستایی که زحمت کشیده اگر اینا را پی دی اف را جمع کنه و کلشان در یک فولدر بانه، مثلا همی نامش بانه قیام حوت، بسیار خوب میشه و ما کلگی داریم. دیگه سوال بود از جنرال سید نبی عظیمی، در کتاب خود نوشته کرده بود، ما 3 تا کتاب از اونا بسیار به صورت همونطور وظیفه و رسمی و رد هم مطالعه کردم، یکی از کتاب آقای کشمند 2 جلد و یکم از شاه محمود حسین که مثلث به عیب بود و یکم کتاب آقای نبی عظیمی. نبی عظیمی در او زمان میگه که ما قماندان جنگ بودم، میگه از بالا میدیدم و هزاران نفر در خاک و خون آغشته میشد در قیام 24 حوت. و بعد هم ما این روایت را که اونا میکنه، بعد سوال ما این بود که در داخل که شما اونا رو میشناختین، اونا چی توجیه برای از کار داشتن؟ آیا نبی عظیمی هم که این مسئله را جنرال صاحب عظیمی هم که نوشته کرده، آیا اینا چی میگن در این قسم؟ فرمانده جنگ خودش بوده، آیا گناه رو مندازه و گردن بزرگان حزب دموکراتیک خلق، یا خودش هم خود جز از این مسئله، خود از جز رهبران میفهمه؟ دیگه ما تعجب میکنم که او بسیار جالب، البته چیزایی که ما میگم بسیار کم است، بسیار جالب قضیه را ترسیم میکنه و میگه که در این رقم غرق خون شد هرات و دریای خون جاری شد و نمیفهم که منظور از او از این روایت سازی بیان یک حقایق تبرئه است و چیست. تشکر از همه کسایی که صحبت کردند در این زمینه و خاطرات خود را شیر کرد. غریق صاحب جواب میفرمایید. جناب کاظمی صاحب، راجع به مردم اوکراین که در زمان استالین کشته شدن، یک اصطلاح استالین دیشته به نام کولاک کمونیست ها داشته. کولاک همو کشاورزا یا زراعتکارای متوسط میگفتند که اونا استالین وقتی که با قدرت آمد میخواست تمام مزارع اشتراکی بکنه. ما یکی متوجه باشین که ما 25 میلیون افرادی که در رژیم استالین کشته شدن، 25 میلیون از 23 تا 25 میلیون نفر بعد از اینکه خروشچف به قدرت آمد، گروه سنفری بریا و مالنکوف و خروشچف اینا استالین سربنیست کردن، بعد از همه جانشینان استالین اعتراف به این کردن که بین 23 تا 25 میلیون نفر توسط استالین کشته شده و منابع آزاد میگه حتی تا 60 میلیون و بالاتر از 60 میلیون هم گفتن در زمان استالین از کسایی که مستقیم به اردوگاه کار اجباری برده شدن اونجا مردن، کسایی که اینا تیرباران شدن، کسایی که این و چند رقم کسایی که انتقال میدادن از یک منطقه به منطقه دیگر اینا کشته شدن. اما در اوکراین ما صحبت ما را اگه دوباره بشنویم، در اوکراین 10 میلیون گفتم، بین 5 تا 10 میلیون آمار دادن که در اوکراین
چون منطقه زراعتی بود مردم حاضر نمی شدن زمین آخر به چیز اشتراکی بگذارن، به او واسطه قطعی مصنوعی استالین خلق کرده. حتی به بعضی نوشته ها هست که به سرحد بوده که این مردم که می مردن یک فامیل یک بچه خود پخته می کرده که دگرها زنده بمانند. و این را شما فقط به گوگل هم که سرچ کنیم و ده ها کتاب میاد که او کتاب ها را شما میتونیم بخونیم، چیز از جمله عبدالرحمن اترخانوف، منشی استالین، چندین نفر سولجنیتسین و کتاب راجع به مجمع الجزایر کولاک، یک کتاب بزرگ داره مجموعه الجزایر کولاک سولجنیتسین نوشته. اینا ای آمارها از اینا تاریخ گویای انقلاب اکتبر، اینا همه چیز است. از جمله خود چیز استالین میگه 150,000 نفر از اعضای حزب کمونیست کشت، به شمول کل اعضای کمیته مرکزی و بولیت بری که در اول بودن. یعنی استالین که نفر چیز نبود، نفر بسیار دانشمند و چیز باشه، تحصیلاتی هم حتی میگه کتابایی که نوشته کرده به نام استالین نوشته شده اونا رو خود استالین نوشته نکرده. آدم باسواد از اینا ترتسکی بود. ترتسکی تاریخ انقلاب روسیه رو نوشته، تاریخ انقلاب روسیه رو نوشته ترتسکی. خیلی حتی ترتسکی از لینین هم کرده باسوادتر بوده. بعد از این بخارین بوده، بخارین خیلی آدم باسواد از اینا بوده که اکثر چیزای حزب کمونیست بخارین نوشته. تروتسکی رو کشت، بخارین کشت، مالنکوف کشت، یونوف کشت، اینا رهبرای چیز بودن. حتی ماکسیم گورکی چپی بود، ماکسیم گورکی، اما ماکسیم گورکی و پسر در یک خانه محصور کردن تا ای که به چیز مریضی اینا فوت کردن، مردن. اما حتی بعضی هم میگن که اینا را کشتن و اینا طور استالین بود که یک آدم به قدرت می آورد، مولوتوف که کوکتل مولوتوف از چیز است که ابتکار شد، اول وزیر خارجی چیز بود و باز قرار بود که مولوتوف هم کشته باشه. و حتی در آخرین لحظات که استالین میخواست استالین از بین رفت، قبل از او به نام توتی دکترها را چی کرده بود که تعداد زیاده از دکترها را اینا را چیز زندانی کرده بودن. استالین یک آدم سادیست، سادیست. استالین حتی آمار کشته هایی که استالین کرده از هتلر و موسولینی هم بیشتره. حتی میگه که استالین اینقدر اعضای حزب کمونیست که استالین کشته، موسولینی و هتلر نکشته. یعنی آمار کشته هایی که استالین کرده از موسولینی و هتلر هم بالاتر است. با تاسف که بعضی هنوزم استالینیزم توصیف میکنن. استالین یک، حتی نام استالین که هسته، نام اصلی استالین به نام چیز است، جوزف استالین، جوزف استالین اول میده. بعد از او نام وقتی که دزدی میکرده نام کیوا، کیوا نام از نام مستعاری بوده. اما بعد از او نام استالین والی خود گذاشته. استالین به معنی مرد آهنینه. میگه ایره از چی گرفته؟ از وقتی که چنگیز در چیز آمده بوده، اتفاقا نام چنگیز هم تیمژین، تیمژین چه مرد آهنین و تیمور هم از مرد آهنین است و استالین هم به تقلید از اونا خود مرد آهنین گذاشته بود. و این آدم یک از جنایتکارهای تاریخ است و متاسفانه رهبرای حزب دموکراتیک خلق همه ادای استالین در می آوردن. همی که امین میگه 3 یا تا 4 میلیون یا 2 تا 3 میلیون نفر برای مکافی است، ای با تاثیر از ارادت به استالینه. و شما اگر حرکت ها و حرکت های ظاهری رهبرای حزب دموکراتیک را نگاه کنیم، حرکت های ظاهری نام شبیه به حرکت های استالین است. و استالین، گرچه استالین از 1924 به قدرت آمد تا 1953 که چه شد، 30 سال قدرت استالین قدرت بلا مناظر داشت. بعد از او که کودتای خروشچوف و
مالینکوف و ولگانین و بریا شد، باز 10 سال خروشچوف بود که خروشچوف خیلی افشاگری کرد. باز کودتایی که برژنف و کاسیگین و پودگرینی علیه چیز کردن، علیه خروشچوف کردن، او 25 سال برژنف در قدرت بود که اول مشترک بودن بین برژنف و گورمیکو. بعدا اینا باز اونا کنار رفتن و استالین قدرت برژنف قدرت بلامنازه شد. 25 سالی دوری چیز دوری برژنف نه استالینیسم نیست تیره، نه هم مثل خروشچوف فری چیز است، دوری ایستای. یعنی در دوری برژنف زیاد هم به استالینیزم پرداخته نمیشه، اما بعضی از روش های استالین باز هم در بعضی کشورها تطبیق میشه. ما تاریخ بلشویک ها را در روسیه در شوروی میتونیم به 5 مرحله تقسیم کنیم. مرحله اول که لینین که از 1917 تا 1924 که جنگ داخلی هست، بسیار چیزه، قرارداد برس لیتویسک است، به اونجی از 1924 تا 1953 که استالین است، از 1953 تا 1963 که خروشچوف است، از 1963 تا زمان مرگ چیز است، مرگ برژنف، و بعد از اون یک ای دوری که بعدی که تا چی میرسه تا سال 1991 که شروع سقوط میکنه، ای دوره است. به این واسطه تمام حرکات شبیه‌سازی، حتی تقلید به اندازه که چیزی فکری ندارن، همه یا از مجله دنیای یا از نامه مردم یا انتشارات نویستی و که از ماسکو میاد. دیگه حزب دموکراتیک خلق چی دستاورد دیگه ندارن، دستاورد فرهنگی که خود اینا یک چیزی داشته باشن از نظر تیوری. تشکر استاد بزرگوار. من فکر میکنم این معلومات ها ایجاب میکنه تا برنامه های زیادی بگیریم که شما با خیال راحت گپ بزنین. یک جمله هم اجازه بدم به ادامه صحبت جناب غریق صاحب بگم. یک جمله خیلی خوب دید. مهربانی سر. در این فیلم که من ترجمه کردم به نام تاریخ خونین کمونیسم، در این فیلم میگه بر اساس یک راپور کجیبی که در سال 1991 منتشر شده، 42 میلیون انسان در زمان زمامداری استالین کشته شد. همی یک آماری بود گفتم ایران باش خدمت شما. بسیار تشکر سب. جنرال سب عظیمی، شما به جواب سوال میپردازین؟ حوصله من به خدمت جناب کاظمی سب عرض کنم که در مدتی که من بودم، کسانی که مینیس قماندان یا تعیین کننده به ایراس آمدن، جگران پیاده سید خان که قبلا رئیس ارکان فرقه 8 بود، باز همزمان با رویداد خود هوت ایراد و صفت قمانان 242 پراشوت همراه با جک تورن شراف الدین شراف که بعدها یک از افسران مهم دولت حزب دموکراتیک خلق شد و معاون وزیر دفاع شد و همچنین قمانان 444 کماندو، اینا اشخاصی بودند که به عنوان کسانی که جنگ میکردن به ایراد آمد. و آقای نبی عظیمی که به کتاب خوب بیشتر نقل کردن از اطلاعاتی که نسبت به کشتار داشتن و همچنین برای اولین بار بحث تیارات استراتیجیک 4000 کیلو بمب انتقال میداد، اونا را مطرح کردن. حتی اقل ما که در جریان ایراد بودم و به ایراد بودم ندیدم که جناب عظیمی به ایراد شفاور باشن. در مورد خیام هرات از کتاب عظیمی یادم نیست، ولی یک کار خوبه به نظر من جنرال نبی عظیمی بنا گذاشت که افشاگری جنایاتی که در دوران حکمیتشون شده او را بسیار به صراحت نوشت، قتل عامها. من باب مثال در مورد قصر دارالامان که خیلی وطندارای طرفدار حزب دموکراتیک خلق، گرچه شاید تعبیر دقیق تری باشه که طرفدار کودتا بگوییم، اینا خیلی مجاهدین به شور متهم میکنه، ولی در صفحه 420 کتاب عظیمی سب نوشته است که در شش جدی قصر دارالامان همه چیزش چور شد، از قالین و رادیو و همه چیز. یعنی عین تعبیر شد. به هرات دو نقطه را اشاره کردن به طور مستقیم. یکی گفتن که قیام هوت هرات بیشتر
تحت تاثیر برخوردهای والی نادان و ناپخته ایراد بود. یعنی برخوردهای والی باعث شد که مردم قیام کنند. مورد دوم هم در قیام اوت ایراد گفتند که شک نیست که یکی از دلایلی که روس خار به افغانستان کشان تاثیر قیام اوت، که من به این مقاله هم که خدمت شما روان کردم این گپشون رد کردم و به طور مفصل سر آمدن روسا به این مقاله بحث کردم، که با دوستان میخواستن خدمت شما هستم و پی دی اف روان کنم. برای چشم سر. بسیار خوب است. آمده این قسمت باید عرض کنم که اما عظیمی چیزا رو که من نویسه بعد همین مثلث بعد که در واقع رد از اوست در اونجا نوشته میکنه و از عظیمی سای پرسون میکنه، میگه خب در این وقت کماندان جنگ کی بود؟ فرمانده نیروهای عملیاتی در دست کی بود؟ شاه محمود حسین هم که شما حتما میشناسین دیگه، و هم از اعضای بلندپایه حزب دموکراتیک خلق بوده و او بسیار چیزا رو اعتراف کرده، از زندان ها باز بسیار افشاگری های عجیب و غریب کرده. او نوشته کرده بود در قسمت که خب از عظیمی باید پرسان کنیم که در امو زمان در 24 هود کی تیارا رو سوار می شد و کی می رفت بمبارد می کرد و فرمانده تو بودی. فقط امیر می خواستم بسیار تشکر سب، خیلی صحبت های شیرین بود، امیدوارم که مواد درباره 24 هود جمع شوه. واقعا از ما و شما کار درست نمیشه، مستندسازی نمیشه. ما یک مورد میخواستیم مستندسازی کنیم که بسیار بودجه برداشت و او زمان امی تلفات غرب کابل بود که یک پروژگک داشتیم، خب خوشبختانه مسئولش همین جاهای ناصرزاده هستن. ما اونا رو جمع‌آوری کردیم به صورت یک کتاب جور کردیم، متاسفانه ما فعلا اونا رو به دست ندارم و محسه اکبار امون رو بسیار تایید کرد و گفت که این نزدیک به واقعیت است. احراری سوی بست خدا بالا کنیم بکنم. بفرمایید. به ارتباط حضور عظیمی در هرات، در کتاب خود نوشته کرده که من ایتر نوشته کردم در یاد داشته خود که عظیمی در مورد ترس سران رژیم در مقصد تجلیل از سال روز قیام 24 هود گفته، گفته از کابل دستگیر پنشیری همراه با هیئتی که در ترکیب آن رسول سرده معاون وزارت امنیت دولتی خود شامل بود برای کمک به ولی ارگانهای دولتی و حزبی برای خونسرد ساختن سالگرد قیام 24 بود به هرات آمدند. میگه پنشیری که شخص شاعری بود و از خوبت مسائل نظامی چیزی نمیفهمید باش میر طهماسب رئوف ولی هرات گذرنگ، باز که تبلیغات چی شد به خود را هراسان و ترسان خود را با فرقه رسانید. انالی میتونه که بوده باشه به اون فرقه، میتونم هم که نقل قول کرده باشه احتمالا. بسیار تشکر سب. ایدهتی که من در برنامه اعمال میکنم امی فاصله های اضافی است تا وقتی بیننده ها را کمتر بگیره و به نحوی بیننده ها و مخاطبای را دو کتاب احترام شود. با تشکر فراوان از تشریف آوری تک تک شما بزرگوارا، درود میفرستم به ارواح تمام شهدای افغانستان که با کاروان شهدای بیمزار که اکثرا علما و نخبه های افغانستان بود آغاز میشه، تداوم مییابه به قیام های گوناگونی که فهرستش بسیار طولانی است، از جمله تظاهرات مکاتب پانتون کابل و همچنان قتل عام لسی سوریا که خون از دروازه جاری بود. این برنامه ها را ما به این خاطر میسازیم تا یکی نخبه های افغانستان به مطالعه روی بیاره و بتانیم از این بحران عبور کنیم که افغانستان در سراشیب سقوط قرار گرفته، و دومی که کینه زدایی کنیم، نه که کینه بیافرینیم. جنگ تمام شده، با امی شهامتی که جنرال صاحب ظاهر عظیمی اعتراف کرد و گفت که خطاهای صورت گرفته، امی جوان مردی را همه رهبرای افغانستان و بزرگا داشته باشه، مخصوصاً اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان. اگر دلشان به حزب دموکراتیک خلق نسوزه باید اعتراف کنه که کودتا اشتباه بود و کودتا سرآغاز خونریزی در افغانستان. بار دیگر تشکر میکنم از بیننده های عزیز رادیو کتاب که تا این لحظه با ما بودین. رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. رادیو کتاب عرصه تضارب افکار است، چه کسایی که خدا باور است، چه کسایی که خدا باور نیست. این تریبون از شماست
لطفاً تشریف بیاورین، فرمایشات خود از زمینجا بیان کنین. تا درود دیگر. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.